سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه کاکتوس امروز. امروز می‌خواهیم شما را به سال 2021، سال سقوط نظام جمهوریت و نظام آقای اشرف غنی ببریم. یادتان میآید دو ماه قبل از سقوط یک تشکیلات جدید در قوای مسلح ایجاد شد که یکی از آن تشکیلات سخنگوی قوای مسلح بود، جنرال شنواری، اجمل شنواری آمد و سخنگوی قوای مسلح افغانستان شد و هر روز می گفت که عقب نشینی های استراتژیک برای یک ضد حمله وحشتناک به طالبان است. اما در نهایت همان عقب نشینی ها آنقدر انجام شد که استراتژیک یک چیز دیگر بود، تحویل دهی افغانستان و گروه طالبان و فروپاشی نظامی که 20 سال برای آن وقت صرف شده بود، 20 سال برای آن سرمایه گذاری شده بود. خانم ها و آقایان، مصاحبه امروز من با جنرال اجمل شنواری، سخنگوی قوای مسلح نظام پیشین افغانستان. ولسوالی ها تقریبا از سالهای متمادی سقوط بودن لشکری صاحب، در حالی که دیگه اراضی در کنترل نیروهای امنیتی هم نبود و در کنترل ادارات ملکی جمهوریت هم نبود. حقیقت میگفته شما در اون دو ماه؟ چیزی که در میدان نبرد بود و عبارت از این بود که حمایه هوایی کاملا قطع شده بود، اکمالات هوایی تقریبا محدود شده بود، ولی من که وضعیت را ارزیابی کردم از شخص رئیس جمهور تا به مشاور شورای امنیت تا به وزیر صاحب دفاع تا به وزیر صاحب داخله تا به رئیس صاحب عمومی امنیت ملی و همکارای که در مجلس شورای امنیت می بودن به حمایت از عموم ممالک، اونا پولدار شده بودن، زوردار شده بودن و به ممالک به حمایت از عموم ممالک از اونا شخصیت جور شده بود. اصل مشکلات را برای ما سیاسیون ایجاد کردن. نظامی ها هم متاسفانه متاثر از رهبرای سیاسی بودند. هر کسی که تا سطح عامر حوزه هم مشکلات خود را داشت. ما فعلا از اشغال تیر شده، ملت ما در یک حصارت قرار دارد و حاکمای ما صلاحیت خود را ندارد. پس امروز شما نظامیان در کجای تاریخ ایستادید برای آزادسازی مردم افغانستان از چنگال گروه طالبان؟ در صورتی که حاکمای فعلی نتانن از این فرصت پیش آمده که نتانستن و نمیتانن استفاده بکنن، در او صورت به صدای مردم خود لبیک گفته و تاریخ را تکرار خواهیم کرد. زورش داری؟ این عملا تاریخ هم ثابت خواهد کرد و تاریخ گذشته هم این را ثابت کرده و هر کسی که به نام فاتح دین رو در افغانستان داخل شد، امروز از او فتوحات خود ندامت نشان میده و پشیمانی نشان میده و گذشته خود را نقد میکنه. جنرال صاحب، میپذیرید که در نهایت پوسته ایتانه به طالب رها کردید، مهمات پر، موتر حمله ایتانه به طالب رها کردید، تیل پر، داشکه ایتانه به طالب رها کردید، مرمی پر، شما گذاشتید کل چیز را، وطن را گذاشتید، کل گیر برمی طالب تسلیم کردید، وطن را به طالب تسلیم کردید، قرار کردن یک تعداد زیادی از مردم افغانستان که من هم جزشان هستم. بعد از تمام این داستان ها شما میتونید بیسید و اداره امور رو در دست بگیرید، نایستادید، رفتید و آخرین کسی که میتونه در افغانستان مجرم باشه شما رهبران و شما فرماندهان نظامی افغانستان هستید. قبول میکنید جناب شنواری یا نه؟ سلام و وقت بخیر جناب صاحب، سپاسگزار از اینکه امروز مهمان برنامه کاکتوس هستید و قرار است که با بیننده های ما صحبت کنید و قرار است که نزدیک به یک ساعت تاریخ گذشته افغانستان را ورق بزنیم و امیدوارانه به سوی آینده با شما بنگریم. سپاسگزار که امروز مهمان برنامه کاکتوس هستید. و سلام لشکری صاحب، تشکر از دعوتتان، افتخار بخشیدین که به برنامه وزینتان وقت دادین تا ما هم بتانیم رازهای خود را که ایجاب میکنه از طریق شما با مردم خود شریک بکنیم. سپاسگزار جنرال صاحب، شما سالهای سال در نظام افغانستان ایفای وظیفه کردید، حضور داشتید، نقش داشتید، مبارزه کردید، جنگیدید برای دفاع از مرز و خاک و آبادی و ناموس افغانستان. اما
هیچگاه بیشتر از دو ماه آخر نظام جمهوریت مردم افغانستان شما را ندیده بودند. در واپسین روزهای نظام جمهوریت مردم افغانستان تقریبا بیشتر از هر وقت دیگر شما را دیدند، شناختند و امیدوارانه به صحبت‌های شما میشنیدند که به دنبال روزنه ای از امید بگردند و بیابند و بدانند که آینده چه خواهد شد. ما میخواییم بدانم که جنرال صاحب اگر موافق باشید بسیار کوتاه مختصر از او دو ماه پایانی دشوار صحبت کنیم و بعد از او مباحث بیشتری را با شما باز خواهیم کرد. چرا شمایی که یک افسر کارکشته، میدان دیده، تعلیم دیده، مبارز، جنگجو، طالبان شناس و میدان شناس بودید در روزهای پایانی نظام آقای غنی آمدید و در پشت میز نشستید و سخنگوی قوای مسلح افغانستان شدید؟ بخیر باشین لشکری صاحب، بازم خدمت تمام بیننده های محترم سلام و احترام قلبی خود را ابراز میکنم، بازم تشکر میکنم از شما. همونطور که فرمودین لشکری صاحب، ما عسکر وطن بودم و انشالله که هستیم و می باشیم. در جریان وظایف در پست‌های مختلف اجرای وظیفه کردیم، از سطح قماندانی توله و استاد انداخ و بعد تا رتبه جنرالی هم که رسیدیم به سلسله مراتب رسیدیم. نه وابسته به کدام تنظیم بودیم، نه وابسته به کدام شخص بودیم و نه وابسته خود را به کدام ایدئولوژی سیاسی ساختیم تا امروزه. فقط امیدوار هستم که بعد از این هم عسکر وطن باقی بمانیم. اما تو که شما فرمودین، ما مسئولیت قطعات و جزتام های خاص امنیتی ملی را عهده دار بودم و در یکی از روزها که در ریاست عمومی امنیتی ملی جلسه داشتیم، ما در اون جلسه بودم و بعد از ختم جلسه، چون در جلسات معمولا تلفن همراه ما نمی بود، رئیس دفتر شورای امنیت به سراغ ما برآمده بودند تا ما را پیدا بکنن و مشخصات ما را بگیرن. و وقتی که پرسیدم از اونا، گفتن که پیشنهاد شما ترتیب میشه به صفت سخنگوی قوای مسلح و یک بست جدید و یا پست جدید است به خاطر هماهنگی بهتر روابط عامه، جنگ روانی و مسائلی که مربوط به مطبوعات و اذهان عامه میشد. با وجودی که من اصرار داشتم که من اصلا هیچ آمادگی ذهنی برای همچک پست را ندارم، خب چون امر بود و امر باید تطبیق میشد و من هم اطاعت کردم و بعد از اون مباحثی که داشتم با مقامات زیرسلاح جمهوریت، همگی فقط همی را برای ما تعهد دادن و همگی همی حمایت خود را عزیز اعلان کردن که ما یک نظامی هستم و میشه که بهتر و خوبتر مسائل نظامی را به اذهان عامه برسانیم و به مردم امو اطمینان لازم را ایجاد بکنیم تا مردم از امو سردرگمی و سراسیمگی که داشتن از او بیرون شوند. واقعا دو ماه گذشته هم که شما فرمودین، یک زمان بسیار دشوار بود که به صفت یک نظامی که اصلا هیچ نوع وابستگی سیاسی نداشتم بتانم چیزی را ارائه بکنم که او واقعیت باشه و برنای واقعیت های عینی امو زمان باشه. در نهایت کوشش کردیم واقعیت هایی که در میدان جنگ بود، چالش هایی که بود، مشکلاتی که بود، همه را با مردم خود شریک بکنیم. از مردم خود قلبا سپاسگزاری میکنم که واقعا صدای تمام نظامی ها را در او وقت لبیک گفتن و حمایت کردن و با برنامه نعره کفرشکن تکبیر که ما او را با مردم شریک کردیم و در تفاهم با مردم در او زمان همو برنامه را سازماندهی کردیم و طور بسیار موفقانه الحمدلله مردم در سراسر افغانستان در تمام قرا و قصبات با صدای نعره تکبیر عملا حمایت خود را از قوای مسلح افغانستان در او زمان ابراز داشتن. البته طالبان بعدن گفتن که همون نعره تکبیر استقبال از ما بوده، به دلیلی که بعد از همون نعره تکبیر تقریبا کابل سقوط کرد و طالبان آمد و افغانستان را گرفت. اما جناب صاحب ببخشید، ما بیاید کوتاه صحبت کنیم که زود به نتیجه برسیم. اگر موافق باشید کمی دیالوگ ایجاد کنیم که بیننده ها هم زودتر به حقایق بیشتری پی ببرند. شما گفتید در اون مدت زمان دو ماهه‌ای که ناخواسته از سوی شورای امنیت
به عنوان سخنگوی قوای مسلح افغانستان که یک کرسی مندرآوردی در روزهای پایانی بود و پیشینه تشکیلاتی نداشت در قوای مسلح افغانستان، سعی کردید که حقایق میدانهای نبرد را به مردم افغانستان بگویید. سعی کردید، اما واقعا این کار را کردید؟ این در این کار موفق بودید؟ لشکری صاحب بدون شک، ما همینجا بازم نکته را که شما یادآوری کنید، به خاطر از اینکه تصحیح شد، وقتی که ما از شورای امنیت نام میبریم، اینجا دفتر شورای امنیت منظور نیست. وقتی که در کاندید شدن ما و انتخاب شدن ما در او زمان تصمیم گرفته شد، در مجموع اعضای شورای امنیت که در اوجا تعداد تقریبا 30 نفر می شدن اعضای شورای امنیت، که از شخص رئیس جمهور شروع می شد تا مشاور شورای امنیت تا معاون اول، معاون دوم ریاست جمهوری، تعداد از وزرا و مسئولینی که ایجاب می کردن عضو شورای امنیت بودن. و بحث دفتر تاکید شما بر این است که شما از سوی عبدالله محب انتخاب نشدید، از سوی یک گروهی از حاکمان آن زمان افغانستان انتخاب شد. بسیار خب، پیش میریم. حقایق را به مردم گفتید آنچنانی که دوست داشتید، آنچنانی که دوست داشتید که حقیقت‌های میدان‌های نبرد نظامیان افغانستان را به مردم برسانید. حقیقت میگفتید شما در دو ماه؟ لشکری صاحب، ما چیزی را به صفت یک عسکر نداشتیم که او را کتمان بکنیم و لزوم هم نبود که در همچون یک شرایط بحرانی و دشوار ما چیز را کتمان بکنیم. مواردی که در سوق اداری استراتژیک مرکز ملی نصرت و در جلسات سرقومندانی و جلسات شورای امنیت و جلساتی که با همکارای خارجی داشتیم، هان چیزی که واقعیت بود او را در او زمان با امانتداری تمام، و چیزی که اسرار بود او را نه البته، ولی چیزی که ایجاب می شد و از لحاظ قانونی ما اجازه داشتیم، او را ما با مردم خود در او زمان شریک کردیم. بزرگترین حقیقت او زمان آقای شنواری این بود که افغانستان در حال فروپاشی است، نظام افغانستان در حال فروپاشی است، نظامیان افغانستان در حال فرار کردن از میدانهای جنگ هستند، ولسوالی ها، قریه ها، ولایت ها یکی پس از دیگری در حال افتادن به چنگال گروه طالبان هست. اما من یادم میاد صحبت های آخرین روزهای شما به عنوان سخنگوی قوای مسلح افغانستان را که هیچ کدام از این موارد را به عنوان یک شکست یاد نمی کردید. در نهایت اگر میخواستید از چیزی یاد کنید، از یک عقب نشینی استراتژیک، از یک آینده بسیار خوب، از یک ضد حمله بسیار سهمگین، از آسیب زدن به دشمن آن زمان نظام افغانستان گروه طالبان، از این موارد یاد میکردید. اما یک حقیقت بزرگ که میدانها در حال خالی شدن هست و همه در حال فرار کردن هست را هیچگاه به مردم نگفتید. لشکری صاحب، اگر شما دقیق میگین، چیزهایی که لازم بود به او ترتیب گفته میشد و چیزهایی که در حالتی که ما قرار داشتیم از لحاظ نظامی ایجاب میکرد که او را به اذهان عامه برسانیم، او را هم ما یادآور شدیم. مثلا در او زمان سوالاتی بود که وضعیت هستی قرار است از لحاظ نظامی. ما به بسیار صراحت و جرأت و از لحاظ ارزیابی مسلکی به اذهان عامه رساندیم که شما توقعی از این را نداشته باشین که تمام اراضی که فعلا در کنترل ما است از لحاظ نظامی ما ایره بتانیم کنترل بکنیم و تحت سوق اداره خود ما قرار داشته باشند. به این ترتیب نکته دیگری که شما یادآوری کردید در ارتباط سقوط ولسوالی ها، ولسوالی ها تقریبا از سالهای متمادی سقوط بودن. لشکری صاحب، یک واقعیتی بود که ما در او وقت به اذهان عامه و مطبوعات رساندم که ولسوالی ها در چارچوکات صرف یک بیز یا یک گارنیزونی بسیار خوب خورد یا اونمو محل بود و باشه خود اونمو ولسوالی، اونمو تعمیر ولسوالی به نام ولسوالی یاد میشد، در حالی که دیگه اراضی در کنترل نیروهای امنیتی هم نبود و در کنترل ادارات ملکی جمهوریت هم نبود. به او ترتیب عقب نشینی که اجرا میشد به این معنا نبود که ما اراضی را از دست میدیم از لحاظ نظامی. یکی از سیاسیون چی نوع تعبیر داشتن و چی نوع از او تحلیل میدادن، او بحث مربوطی از او نمیشد. بحث نظامی شد بود. آقای شنواری، جناب صاحب، در چیزی که در اون شب و روزها به خورد ما میدادن این بود که ما از ولسوالی هایی که یک بیس کوچک داریم عقب نشینی میکنیم، نیروهای خود را جمع میکنیم در ولایت های کلیدی و بعد با جلب توجه گروه طالبان به سوی ولایت های کلیدی در یک ضد حمله ما میتونیم جغرافی های وسیع تری را از آن خود کنیم. اما شما حالا برای مردم افغانستان بگویید که در حقیقت چی بود؟ حالا که ما فکر میکنیم یک برنامه ریزی وسیع تر و دقیق تر
برای تحویل دهی افغانستان به گروه طالبان توسط سران قوای مسلح افغانستان در حال شکل گرفتن بوده. لشکری صاحب، بیاین که به ابعاد گسترده قضیه افغانستان پس بپردازیم. وقتی که مشخصا بر روی سقوط 21 اگست 2021 می رویم، 15 اگست 2021، اگر به اوجه میریم، ایجاب میکنه که ما ابعاد گسترده که در قضیه افغانستان یا در معضله افغانستان تاثیرگذاری خود را داره، این مورد بحث قرار بدیم. شما ببینید لشکری صاحب، ما یک بحث داخلی یا به سطح ملی ما و شماست در قضیه افغانستان، یکی بحث ممالک منطقه و امسایه هاست، یکی بحث ممالک اسلامی و جهان عرب است، و یکی هم بحث ممالک قدرت های جهانی در قضیه افغانستان. که تمام از این عوامل وقتی که یک جای میشه، یا برای افغانستان یک فرصت و چانس معیا میکنه و یا باعث یک بحران میشه که امروز هم افغانستان او را مجبورن قبول کرده. اگر ما به طرف سقوط سال 2021 بریم، این سقوط تقریبا از سال 2009 شروع میشه و خود مراحل جمهوریت را هم از سال 2001 اگر ما تا سال 2021 مورد مطالعه قرار بدیم، چندین فصل داره. فصل اولش از سال 2001 الی 2004 است، فصل دومش از 2004 الی 2009 است، فصل سومش از 2009 الی 2014 است، فصل چهارمش از 2014 الی 2019 است، و فصل پنجمش که متاسفانه به سقوط می انجامه، فصل است که از سال 2019 و بخصوص از انتخابات 2019 شروع میشه که به سقوط 2021 می انجامه. با او اساس بعد از سال 2014 ما با وجودی که قوای مسلح افغانستان توانست که امو بار اصلی جنگ با تروریسم را به دوش بکشه، بله، در عین زمان حمایت هوایی، لوجستیکی و ارتقای ظرفیت را ممالک شریک با ما در جنگ تروریسم به دوش داشتند، که اینمی حمایت هوایی، لوجستیکی و ارتقای ظرفیت و یا تعلیم و تربیت بعد از توافقنامه دوحه روز به روز محدود شده می رفت، و به عین ترتیب نابسامانی ها، نابانجاری ها و مشکلات و کمبوداتی که ما در داخل داشتیم باعث ازی شد که همو ارزیابی را که ما از لحاظ نظامی داشتیم در سال 2021، بخصوص بعد از تا 11 سپتامبر، چون برنامه بیرون شدن قوای ناتو و در رأس ایالات متحده آمریکا هم به طور برنامه ریزی شده بودند که اونا الی 11 سپتامبر امو عقب نشینی خود را انجام میتن، ولی متاسفانه اونا هم در ماه اگست امی عقب نشینی را ترجیح دادن و شروع کنن، به خاطر که او عقشان بود، او یک تکتیکی بود که اونا استفاده میکردن که اونا همه را غافلگیر بکنن و کس متوجه دقیق تاریخ خروج ناتو و ایالات متحده آمریکا در افغانستان نشود، چون دشمنا و رقیبای از اونا هم در کمین بودن که وقتی قوای از اونا ضعیف میشه، احتمال ازی داشت که عملات شدید شبخون را بالایشان انجام میدن و اونا را متقبل تلفات میساختن. به عین ترتیب وقتی که سراسیمگی یا وقتی که سردرگمی در فضای سیاسی ایجاد شد، این مستقیما تاثیر خود را برای روی نظامی ها داشت. ما وقتی که از لحاظ دید نظامی ارزیابی میکردیم، اراضی استراتژیک، شهرها و شهرهای بزرگ که محاسبه شده بود، به مو عقب نشینی که شما گفتین، او یک واقعیت بود، یک پلانی بود که با مرکز فرماندهی ناتو هم هماهنگ شده بود، و در اون مورد جنرال مکینزی به کابل سفر کرد و او پلان همراه از اونا شریک شد، بله، و در مواردی او پلان را اونا هم مورد تایید قرار دادن. ولی عملا چیزی که در میدان نبرد بود، او عبارت از این بود که حمایه هوایی کاملا قطع شده بود، اکمالات هوایی تقریبا محدود شده بود، امو بود که امی پلان بیره که عقب نشینی از مراکز و یا از اراضی که بسیار ضروری نبود در اون شرایط تدوین شد. با عین ترتیب وقت تطبیق از او پلان عقب نشینی که از اراضی که لازمی نبود و ضروری نبود، وقتی که بالای از او قماندانای سطح تکتیکی یا قماندانای سطح عملیاتی اقدامات خود شروع کردن، اونا هم با کمبودات روبرو شدن، با چالش های روبرو شدن و با مشکلات روبرو شدن که پیشبینی از او نبودن، چون در کل
خود امی محاربه یا جنگ امی آلت مدافعش، آلت تعرضش و آلت عقب نشینی است یا آلت هایی است که تعریف شده است، ولی به عین ترتیب وقتی که ما برای یک تعرض آمادگی میگیریم، به عین ترتیب آمادگی برای عقب نشینی هم لازمی است که در اوجا باز هم نیروهای توپچی که متاسفانه اردوی افغانستان یا قوای مسلح افغانستان او را نداشت، نیروهای هوایی جنگی که لازم بود او را ما نداشتیم و تعداد کمی از ورتلوت یا هلیکوپترهای جنگی که داشتیم و یا طیارات A-29 جنگی که داشتیم، او هم مهماتش نه توسط ما خود ما قرارداد شده بود و نه ما در حدی بودیم که ما بتانیم او را خود ما از ایالات متحده آمریکا یا ممالک دیگه خریداری بکنیم تا ما بتانیم که اونموی مایه لازم هوایی و توپچی را به قطعات و جزتان هایی که از ساحه عقب نشینی میکردن مهیا می ساختیم. همی بود که در اینجا سوء تفاهمات به وجود آمد و مشکلات به وجود آمد. به معنای واقعی، پس به معنای واقعی ما در میدان نبرد نظامی میدان را به طالبان باختیم و طالبان جنگجویان بیشتر یا جنگجویان هدفمندتری داشتن برای مبارزه در برابر نظامیان افغانستان. این بحثی که ما میگیم ما میدان را در پشت میزهای مذاکره باختیم و در عرصه دیپلماتیک ابتدا میدان را باختیم و این مباحث را بگذاریم کنار، اما از لحاظ جنگی چیزی که شما توضیح دادید، توضیح شما این است که ما در میدان نظامی هم با اردوی تا دندان مسلح 20 ساله‌ای که آمریکایی‌ها و جهان برای ما ایجاد کرده بودند و در مجموع با قوای مسلح چیزی برای گفتن نداشتیم و تسلیم شدیم در برابر طالبان. نخیر نی لشکری صاحب، لشکری صاحب، ما در تاریخ افغانستان به خصوص تاریخ معاصر اگر توجه بکنیم، نه اولین سقوط است و ما فکر میکنم نه آخرین سقوط باشد. اگر ما به این طور محاسبه بکنیم، ما فکر میکنم که اردوی وقت شهید دکتر نجیب الله به مراتب مقتدرتر، مسلکیتر، متحدتر از این اردو بود، ولی وقتی که جهان و منطقه در مورد افغانستان تصمیم گرفتن، اونمو اردویی که تقریبا 70 سال قدامت داشت و سلاح و تجهیزات مدرن را که در سطح منطقه کسی نداشت، اونو را به شکست و با فروپاشی مواجه ساختن. ما بحث دکتر بحث دکتر نجیب الله را جناب آقای شنواری به دلیلی که شما مطمئن هستم تاریخ دقیق خواندید، بیننده های ما هم تاریخ را میدانن، ما هم حداقل با کسانی که از دوران دکتر نجیب الله تا کنون در عرصه سیاست و نظام حضور دارن مصاحبه های متعددی داشتم، میدانم که بحث حکومت دکتر نجیب الله، فروپاشی حکومت دکتر نجیب الله بحث کاملا متفاوتی بود. کی بود که در برابر دکتر نجیب نه ایستاد و نه جنگید؟ از احمد شاه مسعود گرفته تا عبدالعلی مزاری، تا گلبدین حکمتیار، تا استاد سیاف، عبدالرب رسول سیاف، تا خیلی کسان دیگر و در نهایت گروه طالبان و در نهایت حزب جنبش و در نهایت خیلی کسان دیگر. اما در برابر شما تنها یک گروه طالبان می جنگید. هیچ کدام از رهبران سنتی و سیاسی افغانستان در کنار طالبان نبودند، در کنار شما بودند، برای بقای شما ایستادند، مبارزه می کردند. به طور نمونه عطا محمد نور و مارشال دوستوم در مزار تا آخرین ثانیه هایی که طالبان وارد مزار نشده بود ایستادند و به جای شما جنگیدند. بحث شما با بحث دکتر نجیب الله یک بحث کاملا متفاوت است. این دو را خواهش می کنم مقایسه نکنید. لشکری صاحب، از دید ما هیچ نوع تفاوت نداره. اما تو که اگر ما از امو خاطر امیر مقایسه میکنم و برش تفاوت هم قائل نیستم که ما اگر امی مراحل و امی پروسه به طرف بحران کشیدن افغانستان رو ببینیم، در هیچ تفاوت نیست. اونمو ممالک، اونمو قدرت های جهانی در عین قضیه زی دخل بودن به جای از اینکه افغانستان را به صلح و ثبات برسانن. متاسفانه که در او زمان هم افغانستان را به لانه تروریست ها و جنگ داخلی تبدیل کردن و در شرایط فعلی هم روز به روز ما شاهد هستیم که افغانستان را باز هم بلانه تروریسم و به یک جنگ داخلی تبدیل کرده روان هستند، چون قدرت های جهان و قدرت های منطقه تقابل منافع دارن و اولویت هایشان در قبال منطقه تغییر کرده. به او اساس اونا ضرورت دارن به گروه های نیابتی همچو کسانی که فعلا در افغانستان حاکم هستند. در همچو شرایط اینا بیشتر و خوبتر میتونن که منافع خود تامین بکنن و بالای منافع یکی دیگه خود عملیات را انجام بدن. لشکری صاحب، شما ببینین
اگر ما از برد سیاسی قضیه افغانستان را باز هم ارزیابی بکنیم که من نمیخواستم هم بپردازم، اصل مشکلات را برای ما سیاسیون ایجاد کردن. از ابتدای سال 2001 شما متوجه شوین وقتی که ما قوای مسلح و یا اردوی ملی را جدیدن احیا میشد و ایجاد میشد، در اوج به جای از این که معیارها و پرنسیپ‌های قبول شده استاندارد جهانی مد نظر گرفته شود، در اونجا به نام ترکیب ملیتی یک برد از تعیینات بود، در اوجا به اساس ترکیب ملیتی تعیینات صورت می گرفت و یا اونم یک تیمی که به تعلیم و تربیه معرفی می شد، در اوجا یک دگروال کارکشته با تجربه که حربی 16 پانتون نظامی و با تجربه کاریش نشسته بود و یک جوان 18 ساله‌ای که از سمت 12 فارغ بود یا نبود، به خاطر از اینکه ترکیب ملیتی تکمیل شود او را در یک گروپ، در یک صف و در یک صف قرار می دادند. از اونم اونجا شروع می شود. در عین زمان به جای از اینکه سیاسیون ما به دکترین نظامی افغانستان توجه می کردن، به یک برنامه استراتژیک نظامی افغانستان توجه می کردن، کلا اونا مصروف ثروت و حفظ قدرت خود بودن و در نهایت امو شد که امو دوستا و متحدین نزدیک افغانستان از امو سیاسیون روی بگردانه. از الف تا یا در اینجا در قضیه افغانستان در سقوط جمهوریت لشکری صاحب تا ما و خودت هم مسئولیت داریم، چون ما و شما در اونمو جمهوریت نمو هر کس به اندازه خود، اما هر کس به اندازه خود، هر کس به اندازه خود بدون شک. اگر همگی در اونمو زمان مثل که آل سرگردان هستیم، شما ببینین بهترین تجربهش امی از لشکری صاحب، ما بعد از اینکه سکوت کردیم هم سیاسیون ما طالب اوش نامده، هر کدامش همیالم فکر میکنه که یک رهبر است، هر کدامش همیالم فکر میکنه که یک سرمایه دار است، همیالم هر کدامش فکر میکنه که یک کسی هست که او میتونه بالای قضیه افغانستان تاثیرگذار باشه، در حالی که به تنهایی خود هیچ کس تاثیرگذاری را بالای قضیه حال و آینده افغانستان نخواهد داشت. و بهترین درس و بهترین تجربه همین 20 سال است که همگی از ثروتش و قدرتش استفاده کردن و در اخیر روز وطن را گذاشتن و مسئولیت را هم هر کس که همراه شما مصاحبه میکنه و یا دیگه ژورنالیست های محترم مصاحبه دارن فقط خود را قهرمان میسازه و همگی را ملامت میکنه. ما امیر میخواییم بگویم جناب صاحب، ما با والی، با وزیر داخله، با معاون ریاست امنیت، با وکیل پارلمان، با زلمه خلیلزاد، با هر کسی که شما فکر کنید مصاحبه ای که داشتم، گفتن که ما برشان گفتم که افغانستان سقوط میکنه، بیاید که اینی کار کنیم اینی کار نکنیم. با قمندان امنی اگر مصاحبه میکنم میگه عسکر من جنگ نمیکرد به خاطر که اونجا آقای غنی نمیدانم انتخابات را به بحران برده بود و ایتو شده بود. با وزیر اگر مصاحبه میکنم یک چیز میگه، با آقای نمیدانم رئیس امنیت ملی اسبق اگر مصاحبه میکنم چیز دیگر میگه. من میگم که بالاخره یک کسی نیست که بیایه و در برابر یک کمره تلویزیونی بنشینه بگویه که مردم شریف افغانستان همین ما کل ما خائن بودیم، کل ما وطن فروش بودیم، کل ما اشتباه کردیم، کل ما خیانت کردیم، ما را ببخشید، معذرت میخواهیم، اینا را قرار است که بیایم پس از صفر آغاز کنیم، شمایی که در قید گروه طالبان هستید با ما یک جا شوید که ما یک هدف را دوباره بر خود و برای شما تعیین کنیم و ترسیم کنیم. اما من تا همین لحظه هم که با شما صحبت میکنم به دنبال مجرم میگردم، متهم بی نهایت زیاد است، اما هیچ کس جرم رو نمیپذیره. آقای شنواری، من از شما میخوایم بشنوم، شمایی که در دو ماه پسین و در کلیدی ترین روزهای قوای مسلح افغانستان سخنگوی قوای مسلح افغانستان بودید، از نزدیک با آقای محب، از نزدیک با آقای بسم الله محمدی، از نزدیک با وزیر داخله، از نزدیک با رئیس امنیت ملی در تعامل بودید و در کار بودید، چه میشنیدید؟ چه بود؟ واقعا همون حقایق بود یا نه بس چیز دیگری بود؟ شما میدانستید افغانستان قرار است سقوط کنه؟ به ما نمیگفتید که مردم بودیم. لشکری صاحب صادقانه بسیار خوب فرمودین و خود من هم که علاقمند شدم به همراه شما صحبت داشته باشم، یک خوبه شخصیتتان احترام دارم و جایگاه ملیتان، و دوم امو طرزی را که شما بعد از سقوط به پیش گرفتین و به خاطر آشکار شدن واقعیت ها به مو خاطر من هم خواستم رازهایی که ایجاب میکنه، اسراری که خدای نخواسته او باعث یک لدمه تاریخی به هویت افغانستان نشوه، او را بسیار صادقانه با امانت داری تمام از طریق شما و مردم شریف خود شریک بسازیم. چیزی را که صادقانه براتون میخوایم بگویم، وقتی که ما در امی پست رفتم و پیش از او در سطحی که بودیم نمیتونستیم که ارزیابی های کلانتر را داشته باشیم، ولی من که وضعیت را ارزیابی کردم، از شخص رئیس جمهور تا به مشاور شورای امنیت تا به وزیر صاحب دفاع تا به وزیر صاحب داخله تا به رئیس صاحب عمومی امنیت ملی و همکارای
که در مجلس شورای امنیت می بودن برشان گفتم که امی وضعیت را که مطالعه می کنیم امی وضعیت به یک تصمیم کلان و بزرگ سیاسی ضرورت داره. از لحاظ نظامی ما در شرایط قرار نداریم اگر همکارای بیرونی ما از افغانستان بیرون میشه که ما دوام داده بتانیم امی جنگ را، به خاطر که ما حمایت لازم و اکمالات که یک عنصر بسیار مهم و اساسی در هر بستک او را ما نداشتیم و ما نتانستیم که بدیل ایالات متحده و ناتو هم در مدت زمانی که مذاکرات بود و یا بعد از توافقنامه دوحه ایجاد بکنیم. این کمبوتاتی بود که واقعا احساس میشد. این که سیاسیون ما چی خوش باوری های داشتن و با چی باور داشتن او را ما تا فعلا هم نتانستیم که امی سوال را ما هم برای خود حل بکنم که اونا با چی باور داشتن. نه بحث سیاسیون را اجازه بدید من با یک سیاستمدار مطرح کنم. شمایی که دکترای نظامی دارید از لحاظ تجربه، من میخوام این را از شما بپرسم، در آخرین روزها شما نظامیان چه میکردید؟ وزیر دفاع چه میکرد؟ وزیر داخلت چه میکرد؟ رئیس امنیت ملی چه میکرد؟ رئیس شورای امنیت، مشاور شورای امنیت چه میکرد؟ شما به عنوان افراد نظامی، به عنوان جنرالان یک ستاره و دو ستاره و تا چهار ستاره چه میکردید؟ تصامیم شما در روزهای پایانی چه بود آقای شنواری؟ لشکری صاحب اصلا مشکل کلان امی بود که صلاحیت کلگی امورات نظامی به دست خود نظامی ها نبود. دوم ای که نظامی ها هم متاسفانه متاثر از رهبرهای سیاسی بودند. هر کسی که تا سطح آمر حوزه هم مشکلات خود را داشت، ولی این مشکلات و این کمبوتات و این نقایص نه برای جنگ طالب مشروعیت میتونه و نه برای حاکمیت فعلی طالب مشروعیت داده میتونه. ما کمبوتی ها و نواقص خود را داشتیم که دنیا و منطقه مشترکن به هی توافق رسیدن و به این نتیجه رسیدن که ما را با همچی یک وضعیت سردوچار بسازن و کاملا بالای تمام اراکین ما تا جایی که آل معلوم میشه تمام دوستای خارجی ما و منطقه ما بباور شده بودن و از عمل کرده خود از اونا بودن. میایم بر بحث نظامی ها. در دو سالی اخیر یعنی بعد از سال 2019 جنگ اصلی با دوش قطعات خاص و کماندوهای افغانستان بود. صادقانه باید بگیم که نیروهای پلیس ملی و اردوی ملی امو کمبوتات و نواقص را که داشتن در جایگاهی نبودن که عملا در خط نبرد قرار بگیرن و بتانن از جایگاه و موقف خود دفاع بکنن، که او بحث های هست که انشالله او را تحریری در وقتش خواهم به ازهان عامه رساند که در کجا چی کمیا و چی کاستی ها بود و مسئولین درجه اول ما متاسفانه مصروف چی کارایی بودند. بر حالت آن جایش نیست چون نمیخوایم که ما باز به اختلافات بیفزاییم، ولی فرمودی شما مسئولین درجه یک رئیس جمهور و سرکماندان اعلی مسئولیت داره که در قبال تمام وضعیت با جرأت و سراعت برای مردم و تاریخ جوابگو باشه. که ما بعد از سقوط در اولین مصاحبه خودم گفتم، ولی خوشبختانه که در پیام اولشان اونا گفتن که شکست ما شکست سیاسی بود، شکست نظامی نبود، که حتما شما باید دارین و این پیام خوبشان در صفحات مجازی و در مطبوعات تا فعلا نام است. سیوم ای که ما بعد از سقوط به جای از ای که اتهام بالا یکی دیگه خود وارد کنیم و خود را سلامت بکشیم و دیگر را ملامت بکنیم، هر کدام ما اگر سر را به گریبان خود تا بکنیم که ما در قبال قضیه افغانستان چی مسئولیت داشتیم و چی بی‌مسئولیت های را انجام دادیم، ما فکر میکنم که آل و آینده ما و شما را میتونه که تضمین بکنن. نظامی هایتان لشکری صاحب به صفت سپاهیان گمنامتان، به صفت سپاهی های واقعیتان، صادقانه براتان میگم که به خاطر ارزش های ملی، به خاطر منافع ملی در 45 سال گذشته و بلخص در 20 سال گذشته قربانی های فراوان را دادن، شهادت ها را قبول کردن، مجروحیت ها را قبول کردن، اسارت ها را قبول کردن، مهاجرت ها را قبول کردن و فعلا هم دو قشری که کلانترین ضربه را از شرایط فعلی دیده خانم هاست و نظامی هاست که ما شما عملا شاهد هستیم و نظامی هایتان باز هم اینمی کمیا و کاستی های خود را ما برای شما وعده میتم از اینمی تروبین که انشالله و تعالی با اونمو باور کمی که در بین مردم داریم و با اونمو تعهد بزرگی که به خاطر ارزش ها و منافع داریم انشالله و تعالی که جبران خواهیم کرد و انشالله و تعالی کسایی که امروز خود را ملامت نمیدانند اونا را هم امیدوار هستیم که مردم ما اگر عفو نکنه به میز محاکمه نظامی هایتان بکشانه.
جناب صاحب، ما به امروز میخوایم برسم، اما قبل از اینکه به امروز برسم که شما نظامیان امروز در کجای تاریخ ایستادید، میخوایم یک قدم دیگه باز هم به شما به گذشته آن زمان افغانستان، آن زمان افغانستان بپردازم. کوتاه و مختصر میپرسم، کوتاه و مختصر پاسخ بدید. جنرال صاحب، میپذیرید که در نهایت بعد از فرار سیاسیون افغانستان به قول شما، بعد از ترک کشور توسط رئیس جمهور، سرقومندان اعلای قوای مسلح افغانستان بود و دیگران، میپذیرید که شما نظامیان میتوانستید اداره امور را در دست بگیرید، وزیر دفاع افغانستان هم صلاحیت قانونی داشت، هم من فکر میکنم که مشروعیت مردمی را میتوانست در امر مبارزه با گروه طالبان بعد از خارج شدن آقای غنی به دست بگیرد، وزیر داخل افغانستان میتونست بیسته در کنار وزیر دفاع، رئیس امنیت ملی افغانستان میتونست بیسته در کنار وزیر دفاع، جنرال سمیع سادات به جایی که او امروز بره در امریکا بیسته، میتونست بیسته در کنار وزیر دفاع، مسعود اندرابی که به جایی که امروز بره از امریکا پیام بونه به احمد مسعود و به نمیدونم بسم الله محمدی و نمیدونم به حنیف اطمر که هر کدام میرن با یک پسوند خطاب کنه، میتونست بیسته در کنار وزیر دفاع و یک جا در کنار یکدیگر حداقل از کابل محافظت کنید، اما نکردید. صلاحتان را به زمین ماندید، مرمی پر. پوسته‌تان را به طالب رها کردید، مهمات پر. موتر حمله‌تان را به طالب رها کردید، تیل پر. داشکه‌تان را به طالب رها کردید، مرمی پر. شما گذاشتید کل چیز را، وطن را هم گذاشتید، کل گیر به امی طالب تسلیم کردید، وطن را به طالب تسلیم کردید، فرار کردن. یک تعداد زیادی از مردم افغانستان که من هم جزشان هستم، من هم جزشان هستم، از افغانستان فرار کردید. هر کدام مانم به نوعی مسئول هستیم، اما هر کس به اندازه خود. من میگم میپذیرید که در آخرین مرحله، بعد از توطئه‌ای که میگن آقای خلیلزاد کرد، بعد از توطئه‌ای که میگن آمریکایی‌ها کرد، بعد از توطئه‌ای که میگن آقای غنی کرد، بعد از فراری که آقای، بعد از تمام این داستان‌ها، شما میتونید بیستید و اداره امور در دست بگیرید، نه ایستادید، رفتید و آخرین کسی که میتونه در افغانستان مجرم باشه شما رهبران و شما فرماندهان نظامی افغانستان هستید. قبول میکنید جناب شنواری یا نه؟ لشکری صاحب عزیز، بدون شک این یک مسئولیت است که اگر هر قدر ما خود را عظیم و برا بسازیم، این تاریخ متوجه ما میسازه. صادقانه اگر ما نظامی ها سیاسی نمی شدیم و متاثر از سیاسیون نمی بودیم و واقعا یک نظام نظامی واقعی را می داشتیم که باز هم به سیاسین هیچ نوع ربطی نمی داشت، بدون شک. ولی در شرایطی که ما قرار داشتیم، بر همچو یک گزینه و یا به همچو یک ابتکار از لحاظ نظامی، به ایجاد یک شورای نظامی از عرصه ارگان و تعداد از والی ها و تعداد از وزرا ضرورت بود. ولی متاسفانه بازم بگویم براتون لشکری صاحب که در نظامی ما برای تمام حالت های اضطراری، برای هر نوع حالت یک پلان می داشته باشیم. او پلان هایی است که برای وضعیت های بسیار خراب از او استفاده میشه. ولی متاسفانه که الا انتقال رئیس جمهور هم پلان موجود بود، ولی متاسفانه که رهبری سکتور نظامی برای هم که یک وضعیت پیش بین نبودن، که ما فکر میکنم اگر پیش بین نبودن، به خاطر از این که در اوجه اگر جزوی ترین یک نشست خصوصی میشد از نظامیات در مورد وضعیت و یا مسائل دیگه، از او یک انتباه بد گرفته میشد که گویا کدام کودتای را سازماندهی میشن، گویا نظامیا میخواهند اقتدار را به دست بگیرن. اینجا بود که باز یک سراسیمگی و یک پراگندگی دیگه ایجاد میشد. در نهایتش نظامیا کوشش میکردن که بتانن اونمو استقلالیت خود را و ملی بودن خود را نگاه بکنن، به جای از این که به مسائل سیاسی توجه بکنن. ولی به فرموده شما جناب لشکری صاحب، به همونطور که شما فرمودین، مسئولین اجرایوی عرصه ارگان در قبال از این وضعیت مسئولیت هم دارن و لازم هم هست که پاسخهایی را که در ذهن مردم است و حق مردم است که او را از این رهبری داشته باشن، باید به طور بسیار صادقانش او را به مردم خود برسانند. همونطور که شما میفرمایین لشکری صاحب، خودم هم در مجالسی که فعلا به همراه همکارای نظامی خود می داشته باشیم، ما اینمی سوالات را متوجه اینمی رهبری اونمو زمان سکتور امنیتی می سازیم و اونا هم
پاسخ ندارن، ولی از لحاظ مسلکی اگر ما لشکری صاحب به همچون یک وضعیت میپردازیم، در مسائل جنگی ما چهار عنصر بسیار مهم را داریم برای آماده شدن احضارات محاربوی، که اولی از او پرسنل است. یک تشکیل محاربوی 70% حداقل باید پرسنلش اکمال باشد، اگر نباشد صد احضارات محاربوی ناقص است. دومش تعلیم و تربیه است. سومش مورال و انگیزه است. چهارمش تامینات لوجستیکی و حمایت عینیات حربی و لوجستیکی است. اگر یکی از اینمی عناصر هم ناقص باشد، در کل احضارات محاربوی ما ناقص است. متاسفانه و بدبختانه در شرایط بحران ما وزیر دفاع جنگی داشتیم، ما قماندانای جنگی داشتیم، ما مسئولین و افسران و جنرالان جنگی داشتیم، ولی متاسفانه به خاطر پلانگذاری از اونا، ارزیابی از اونا و یک سوق اداره جدید به خاطر ترتیب و تجدید قوا، ما نتانستیم که در اون زمان امیر آماده بسازیم، که در اینجا عبادش باز هم عباد بیرونی هم شده میتونه و عباد داخلیش هم شده میتونه. لشکری صاحب باز هم بگویم که قضیه افغانستان تنها مرتبط با ما و شما نیست. جنگی که در 20 سال جمهوریت ما و شما با تروریسم داشتیم، این جنگ هم تنها از افغان ها نبود که تنها افغان ها مسئولیت چه بگیرن. بله، صاحب از اون ملک ماستیم، مسئولیت اصلی از اون ملک مربوط ما میشه، پاسخگوی از این سوالایی که در ذهن شماست و در ذهن دگه هموطنهای ما عزیز ما هستن حقشان است. این پاسخهای است که باید ما پاسخ بگیریم. به نظر شما که جنرال نظام پیشین هستید، به نظر شما که سخنگوی قوای مسلح افغانستان بودید، به نظر شما که امروز حکومت گروه طالبان را از دور بررسی میکنید، افغانستان امروز یک افغانستان اشغال شده و یا یک افغانستان آزاد است؟ لشکری صاحب، اگر افغانستان آزاد می بود، باید حداقل یک مشروعیت ملی می داشتیم. اگر افغانستان آزاد می بود، حداقل یک 5 مملکت دنیا مشروعیت حاکمیت فعلی را به رسمیت می شناخت. فلهازا به او اساس، به اساس مسائل حقوقی اگر بررسی بکنیم، ما فعلا از اشغال تیر شده، ملت ما در یک حصارت قرار دارد و حاکمای ما صلاحیت خود را ندارند. بسیار خوب. پس امروز شما نظامیان در کجای تاریخ ایستادید برای آزادسازی مردم افغانستان از چنگال گروه طالبان؟ چه میکنید؟ لشکری صاحب، مردم افغانستان از جنگ خسته هستند. مردم افغانستان ترجیح میتن که افغانستان باثبات را از راه صلح تجربه بکنن در نهایتش. در صورتی که حاکمای فعلی نتانن از این فرصت پیش آمده که نتانستن و نمیتانن استفاده بکنن، در او صورت به صدای مردم خود لبیک گفته و تاریخ را تکرار خواهیم کرد. زورش دارید؟ این عملا ثابت شده در تاریخ، در وقتی که نیروهای مسلکی و ملی در هر طرف قرار گرفته باشند، او طرف برنده بوده و برای مردم خود به خاطر خدمتگذاری هان چیزی را که در توان داشتن دریغ نکردند. و شما به این متقاعد باشین لشکری صاحب معزز، که با تروریسم جنگ را که قوای مسلح شما کردن و نتایج مثمری را که به دست آوردن، جهان و منطقه بالا از او افتخار میکرد، ولی متاسفانه باز هم که سیاسیون ما نتانستن که از یک شرایط بسیار والا و بالای پیش آمده در اون زمان استفاده مؤثر به نفع منافع ملی افغانستان بکنن. گفتید که اگر گروه طالبان راه صلح و مذاکره را نپذیره، وارد میدان خواهید شد و دست به مبارزه مسلحانه خواهید زد. این یک تهدید است؟ یک مانور رسانه‌ای در بر علیه گروه طالبان و حاکمان فعلی افغانستان است، یا که یک اقدام جدی را شاید در پی داشته باشه؟ سلامت باشین لشکری صاحب، احساساتی نسازین ما را انشالله تعالی. شما به این متقاعد باشین که ارزیابی را که ما داریم، یگانه قشری که باور تماماً اقوام و اقشار افغانستان را تا فعلا با خود داره،
چون تماما اقوام و اقشار افغانستان در او عملا حضور داره، او نظامی های ملی و مسلکی تان است. ما فعلا در صدد حضی هستیم که در قدم نخست یک اتحاد و اتفاق کلی را در بین خود ما احیا بکنیم. در قدم دوم اگر خداوند مهربانی کرد و توفیق داد، انشالله و تعالی نظامیاتان یک بستر کلان برای تمام سیاسیون مخالف حاکمای فیلی شوند، و در قدم سوم وقتی که ما یک بدیل را برای شرایط فیلی احیا بکنیم، ما به این متقاعد هستم که حاکمای فیلی هم به نتیجه می رسند که فعلا یک بدیل به میان آمده، مجبورن برای گفتگو و برای مصالحه و برای صلح ترجیح خواد دادن. در غیر از او احتمال عظیمی را که باز در او صورت اختلافات داخلی حاکمای فیلی باعث ازی شوه که فرصت بیشتر و خوبتر را برای هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی ما عیا بکنه، و این را میگذاریم به زمان. فعلا نه تهدید میکنیم و نه دست به اقدامات عملی نظامی را نیت شناریم. بسیار خوب، آیا خبرهایی از مناقشات درونی گروه طالبان و رهبری گروه طالبان به گوشتان رسیده که این تئوری را بیان میکنید؟ بدون شک لشکری صاحب، شما در جریان هستین از طریق صفحات مجازی و بعضی از منابع دیگر، معلومات دقیق امی است که اختلافات در بین کابل و قندهار به اوجش رسیده، و حتی بحث برکناری بعضی از مسئولین نظامیشان در میان است، و به عین ترتیب قبل از او صلاحیت های بعضی از مسئولین نظامی کابل به بعضی از افراد نزدیک به قندهار انتقال یافته، و به عین ترتیب زمزمه های هست به خصوص بعد از اینکه هواپیما های بدون سرنشین بالای فضای افغانستان گشتنی هایشان زیاد شد، که رهبر طالبان محل سکونت خود و محل کار خود را تغییر داد. در اوجه هم مباحثات به میان آمد که اراس از یک کودتای داخلی هم در بین طالبان وجود داره. یعنی وضعیت افغانستان هنوز مورد بحث در سطح منطقه و در سطح جهان قرار داره، و تعهدات را که طالبان داشتن تا فعلا او را نتانستن به شکلی که ایجاب میکرد و تعهد کرده بودن عملی بکنن. خب زبیح الله مجاهد را میشناسید آقای شنواری حتما؟ بله، من یک مصاحبه داشتم با آقای مجاهد. آقای مجاهد، گفتم که نظامیان افغانستان و سیاسیون افغانستان در بیرون از افغانستان دو راه پیش پایتان گذاشته، یا گفته با ما مذاکره کنید، یا گفته با اقدام نظامی حکومت را ازتان پس خواهیم گرفت. خندید و مصاحبه هست در شبکه خود کاکتوس هست، میتونن بینن ها ببینن. خندید و گفت که برشان بگویید که او زمانی که امریکا در کنارتان بود، بی 52 بالای سرتان بود، انبه امریکایی زیر پایتان بود، داشکه امریکایی داشتید، سلاح امریکایی داشتید، زورتان به ما نرسید و ما با تمام اینمی قدرتتان شما را دواندیم هر کدامتان تا یک جای، و امروز ای برتان از لحاظ هویتی و از لحاظ اخلاقی مناسب نیست که از بیرون از افغانستان شروع کنید به صحبت کردن اینچنین در برابر مایی که پیروز میدان نبرد در برابرتان شدیم. بیایید و تن بتید و قبول کنید که ما پیروز شدیم و میتونید شما هم به عنوان شهروندان عادی در افغانستان زندگی کنید. وقتی که به عمق گپای آقای مجاهد فکر میکنیم، میبینیم که پر هم بیراه نمیگن، و اتفاقا بخش عمده ای از صحبتهای آقای مجاهد که جزی از حاکمان فعلی افغانستان هستند راست است و حقیقت داره. آقای شنواری قبول دارید؟ لشکری صاحب، ما نمیخوایم که خدای نخواسته تنگویا بگویم، ولی در میدان حمل همگی یکی به دیگه خود ثابت هستیم. ای کاش که ما همین جنگ را با ممالک دیگه می داشتیم، و همین زمینه آمدن حاکمای فیلی هم از جای شروع شد که نظامیایتان در او زمان دو مرحله اوربن را قبول کردند و برای حاکمای فیلی به صفت برادرای خود هر عسکر ما با آغوش خود باز کرد و در آغوش یک هموطن خود احساس کرد. ولی ما فکر میکنم اگر ما به طرف طعنه بریم و به طرف ازی بریم که کی در میدان برده و کی باخته، این عملا تاریخ هم ثابت خواهد کرد،
و تاریخ گذشته همی را ثابت کرده و هر کسی که به نام فاتح دین روز در افغانستان داخل شد امروز از او فتوحات خود ندامت نشان میده و پشیمانی نشان میده و گذشته خود نقد میکند. اگر او حزب دموکراتیک است، اگر او بعد از او تنظیم های افغانه و هشگانه است و اگر بعد از او جمهوریت 20 ساله است، من فکر میکنم که از جمهوریت 20 ساله هم بسیاری به ندامت رسیدن و پشیمانی نشان دادن و خود را نقد کردن و طالبا هم با این غرور کاذب که دارن و با این شیوه که عملا با شبکه‌های تروریستی دیگه فعلا در هماهنگی بالای افغانستان حاکمیت میکنن، شما به این متقاعد باشین که برای طالب ها کسی دیگه اوقدر ضرر رسانده نمیتونه مثل که خودشان به خود ضرر میرسانند. و به عین ترتیب اگر فردا طالب ها واسطه های شبکه‌های تروریستی جهانی را که در افغانستان فعالیت دارند برآورده نکنند، ضرورت اصلا به هیچ کسی دیگه نیست، اونمون شبکه‌ها عمل ایران را میتونن که به زودترین فرصت از پا در بیاندازند. و به عین ترتیب میتونیم لشکری صاحب که از لحاظ نظامی بعد از سال 2014 الا 2021 وقتی که مسئولیت تمام جبهات به دوش نیروهای افغان بود، در کجای افغانستان تانستن که یک پوستر را تسخیر بکنن با وجودی که بسیار کمی و کاستی داشتیم، فساد بود، عدم هماهنگی بود، گرفتن دیگه آقای شنواری چه رقم پوستر تسخیر کنن، کل مملکت از پشتان گرفتن تا خود هر گریه اصلا جمهوری هم خواهمت بعد از توافقنامه دوحه لشکری صاحب بلیا بعد از توافقنامه دوحه اگر طالب ها در دوحه توافقنامه را با ایالات متحده آمریکا و شرکایشان به امضا نمی رساندن، شما چی فکر میکنین که طالبا میتونستن که اقتدار افغانستان را به دست بگیرن؟ آیا میتونستن که این فتوحات را به دست بیارن؟ آیا وقتی که ما بحث منطقه و جهان را مطرح میکنیم در اینجا به این نتیجه میرسیم که از سیاسیون وقت جمهوریت منطقه و جهان دست بردار شده بودند، امو بود که باعث سقوط نظام شد و در عین زمان لشکری صاحب سقوط نظام را ضررش اگر طالبا در حاکمیت باقی میمانن و یا یک زمان مشروعیت کسب میکنن، در او زمان باز یا به این متقاعد میشن که واقعا از بین بردن نظام و سقوط دادن نظام چقدر زیان داره. بسیار خب، یک سوال کوتاه میپرسم جناب آقای شنواری، اگر کوتاه پاسخ بدید. من مصاحبه داشتم با معاون قوای خاص پلیس افغانستان، اونا گفتن که ما یک مشکل بسیار کلان در امر مبارزه با تروریست داشتیم، تروریستان داخلی توسط یک تعداد از بزرگان سیاسی افغانستان حمایت می شدند و ما این را بارها به شورای امنیت اطلاع داده بودیم و توسط موترهای مثلا رئیس مشران و جرگ آقای مسلمیار یا جنرال جرأت که یکی از جنرالان پیشین وزارت امور داخله بود، انتاریون وارد کابل می شدند در موترهایشان، موترهای شفیلمی نمبر پلیت های حکومتی که ما اجازه هم نداشتیم آنها رو متوقف کنیم و در نهایت انتاریون وارد یک محله می شدند و بعد ما مجبور بودیم برای از پایان ناختن آنها مبارزه کنیم و درگیری ها بسیار زیاد می شد. اما امر این بود که ما نمیتونستیم در برابر سیاسیون بیستیم و از این اقدامشان پرده برداریم. چقدر حقیقت داشت؟ لشکری صاحب یک بحث استخباراتی است بدون شک. استخبارات منطقه در نهادهای جمهوریت، در افراد اشخاص جمهوریت نفوذی‌های خود را داشتند و عملیات تروریستی در هیچ نقطه دنیا بدون دسترسی در داخل نهادها و افراد و اشخاص امکان پذیر نیست و رسیدن به اهدافی که تروریست ها در افغانستان عملیات میکرد، حتی در نهادهای افغانستان چی میکنن؟ ما شک دارم که در نهادهای ممالک خارجی حتی اونا رخ نداشتن، به خاطر که عملیات بسیار پیچیده را که در داخل افغانستان انجام میفت او کار آسان و کار تنها شبکه‌های تروریستی که در منطقه و جهان فعال است نبود، چون ما بعد از سال 2001 یک اجماع کلی در مورد قضیه افغانستان و مبارزه علیه تروریسم بر سطح جهان و منطقه احیا شد، ولی متاسفانه که نسبت ناکارایی مسئولین سیاسی افغانستان امی وحدت نظر بعد از سال 2004 باقی نماند. بعد از سال 2004 منطقه، قوتهای منطقه‌ای با قوتهای ناتو با بالا یکی دیگه خود شک پیدا کردن
و از اونجا بود که بعد از سال 2004 تحرکات شبکه‌های تروریستی در افغانستان عملا اضافه شد و عملا به اقدامات عملیاتی رسید. پس شما رد نمی‌کنید که یک تعداد از افراد بلندپایه حکومتی و سیاسی افغانستان یا رهبران چهره‌های مطرح سیاسی در افغانستان همکاری می‌کردن مدت‌ها با گروه تروریستی طالبان؟ با گروه تروریستی طالبان گفته نمیتونم، امکان داره که با اونا هم همکار بودن، ولی با ممالک مختلف تعداد از عناصر بودن با حمایتی از اون ممالک در همچو کرسی ها رسیده بودن، با حمایت از اون ممالک اونا پولدار شده بودن، زوردار شده بودن و با ممالک با حمایت از اون ممالک از اونا شخصیت جور شده بود. در غیر از او اگر بعض شخصیت ها را ما کنجکاوی بکنیم، من فکر نکنم که اونا در جایگاهی که بودن در اون جایگاه باید قرار می گرفتن. آقای شنواری، من یک سوال مشخص دارم، من می خواهیم بپرسم و از شما خواهش می کنم که مشخص پاسخ بدید تا همه مردم افغانستان آگاه شوند. در حال حاضر آیا اجماعی میان نظامیان بیرون از افغانستان برای ایستادگی در برابر گروه طالبان شکل گرفته یا نه؟ یا این پراکندگی که میان نظامیان افغانستان هست بالاخره او قدرت نظامیان افغانستان از بین خواهد برد؟ تعدادی رفتن در یک جبهه به نام جبهه مقاومت، تعدادی رفتن در یک جبهه به نام جبهه آزادی، تعدادی رفتن در یک جبهه به نام جبهه نمیدانم نجات ملی برای مردم افغانستان، شورای مقاومت نجات ملی برای مردم افغانستان، و پراکندگی میان نظامیان افغانستان ایجاد شده. آیا شما بر روی ایجاد یک چتر واحد برای نظامیان افغانستان و جدا شدن از سیاسیون معاملگری که معامله آنها بوی تعفن معاملگری آنها تمام دنیا را امروز فرا گرفته کاری خواهید کرد؟ به دلیلی که یک بار دیگر اگر نظامیان افغانستان بازیچه دست سیاستمداران شوند، آینده خوبی باز هم در انتظار نخواهد بود. تشکر میکنم لشکری صاحب که شما سوال بسیار خوب را و بحث بسیار خوب را مطرح کردین. ما در نهایتش بعد از سقوط کوشیدیم که تمام نظامیان ملی و مسلکی را بتانیم زیر یک چتر، زیر یک شعار و به خاطر یک هدف مقدس به یک اجماع برسیم. تعداد از جنرال صاحب ها، او حقشان است، من بالای کسی انتقاد نمی کنم، حقشان است. تعداد از جنرال صاحب ها با ایجاد جبهات و بعضی تحرکات عملی نظامی در داخل افغانستان دست به کار شدن که او حقشان بود، و به عین ترتیب تعداد هم در بیرون بعضی از نهادهایی را ایجاد کردند. ولی از این که یک هدف روشن استراتژیک به خاطر نجات افغانستان وجود نداره، من فکر نکنم که این نهادها و این تحرکات چیزی را به دست بیاره و یا جایی را بگیره. پیشنهاد ما همی هست و همی بوده که نظامی های افغانستان به صفت یک قشر که قربانی شدن و به عین ترتیب از سال 1352 به این طرف دستخوش سیاست های غلط سیاسیون بودن تا به امروز، از این حالت فلاکت و سردرگمی بیرون شون و نظامی های افغانستان به مثل نظامی های ممالک دیگه یک نهاد مستقل، یک نهاد خودجوش و یک نهادی که مسئولیت های بزرگ را به خاطر چالش های بزرگ بتانن ایجاد بکنن باید ایجاد بکنیم، و در آینده افغانستان بدون متاثر بودن از سیاسیون بتانیم مسئولیت خود را انجام بدیم، که در این عرصه با تعداد زیادی از قدمه های مختلف در داخل افغانستان و بیرون افغانستان مباحثات ما جریان داره و امیدهای است که انشالله ما به یک نتیجه نهایی برسیم و بتانیم یک نهاد ملی و مسلکی نظامیان را در داخل کشور و بدون کشور ایجاد بکنیم تا شود که با آینده افغانستان اگر بتانیم یک بستر برای سیاسیون شویم، برای نسل دوی سیاسیون. و پیام ما آقای لشکری به نسل اول سیاسیون ما هم هی است که در 45 سال گذشته آزموده شدن با احترام تمام. ما هیچ نوع انتقاد بالایشان نداریم و هیچ نوع انگشت ملامتی رو سرشان دراز نمی کنیم، او را میگذاریم به ملت خود و به مردم خود، و تناقضات فکری سیاسی خود را هم میگذاریم به وقتی که ما افغانستان را صاحب شویم و در داخل افغانستان مردم ما را بپذیره به او بپردازیم. برای فعلا ما در عرصه نظامی برای یک جای شدن نظامی ها و ایجاد یک نهاد واقعی تاثیرگذار بالای اوضاع بیرونی و داخلی سعی و تلاش داریم و امیدهایم داریم،
ولی فعلا در جایگاه نیستیم که ما وعده مطلق بدیم. سپاسگزارم شما جناب آقای شنواری. فقط من در پایان یک سوال میخوام از شما داشته باشم و بعد از شما خداحافظی کنم. شما بارها در مصاحبه امروز گفتید که کشورهای منطقه و کشورهای جهان در فروپاشی نظام جمهوریت و نظام آقای اشرف غنی بی تقصیر نبودند و نقش خود را داشتند. من میخوام بدانم که مثلا کشوری مثل پاکستان چقدر تاثیرگذار بود و چقدر نقش خود را داشت. من یادم هست که زمانی رئیس استخبارات کشور پاکستان سفرهایی به کابل داشت در زمان نظام جمهوریت و گفته میشد که رابطه استخباراتی افغانستان و پاکستان میتونه به بقای نظام جمهوریت کمک کنه. از آن روزها چه چیزهایی به یاد دارید آقای شنواری و از پاکستان چه میتونید برای من بگویید؟ متاسفانه لشکری صاحب که در قضیه افغانستان خود ما افغان ها باعث عزی شدیم که با ممالک منطقه و ممالک جهان فرصت مداخله را بدیم. پاکستان یکی از ممالکی است که از سالیای متمادی در قضیه افغانستان مستقیما زیدخل است و هیچ وقت نخواسته که افغانستان یک دولت مقتدر قوی و باثبات داشته باشد. گیر در آجندای خارجی پاکستان یکی از آجندهای مهمش امی است که افغانستان نباید باثبات شود. ولی این نکته را متوجه باشین آقای لشکری که هر مملکتی که با تروریسم در مراودات بوده و از تروریسم خواسته که به اهداف استراتژیک و یا جیوپولیتیک خود برسه، اونا خودشان زیانهای بسیار بالایی را متقبل شدن. پاکستان، ایران و یا ممالک دیگه منطقه که غیر مستقیم از تروریست‌ها حمایت کردن و در سقوط جمهوریت سهیم بودن، من فکر میکنم که بعد از مدتی که حاکمای فعلی حاکم شدن حتما ما و شما هم شنیدیم و اونا هم شاهد هستند که عملیات تروریستی در داخل از اون ممالک چقدر زیاد شده و خودشان با چقدر مشکلات سیاسی روبرو شدن. پاکستان مملکتی هست که به خاطر منافع خود به هر نوع معامله با هر مملکت حاضر میشه و همی است که در سطح مناسبات منطقه‌ای و جهانی یک مملکت بی باور شده و حال به مشکلات کلان اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی روبرو است. ما یک گفتگوی کوتاه در کابل با رئیس استخبارات و وقت پاکستان هم داشتید. بخیر باشین لشکری صاحب. ما چندین بار میزبان از اونا بودیم از طریق وقتی که ما یک مسئولیت داشتم، مسئولیت امنیتی ریاست عمومی امنیتی ملی را، و وقتی که اونا به کابل می آمدن مسئولیت مسائل امنیتیشان و پروتکلشان مربوط ما می شد. بلی ها، ما اونا را از نزدیک دیدیم و در بعضی از ملاقات هایم که اونا بودن همراهشان بودیم در کابل. همراهشان صحبت نکردید گاهی جناب آقای شنواری که چی می خواهید از افغانستان؟ بس است دیگه، بانید که ما هم زندگی کنیم. لشکری صاحب اونا پاسخ داشتن که من فکر میکنم ما لازم نمیدانم که در اوج او پاسخ حیات بکنم که چون باز هم او برمی خورده به منافع کلان ما و شما. ما مسائل را داریم که نباید او را ما عام بسازیم به خاطر که باز در آینده وقتی که ما یک مملکت باثبات باشیم، یک مملکت مقتدر باشیم، نشه خدای نخواسته که باعث تانه ممالک دیگه شویم. من فکر میکنم دیگه بیشتر از این چه رقم میخواهید تنه شوید یا تنه نشید جناب شنواری؟ ما انگشت نمای کل جهان هستیم، مورد تمسخر قرار میگیریم توسط تمام، از شمایی که نظامی هستید گرفته تا آقای اشرف غنی که رئیس جمهور بود، سرقومندان اعلای قوای مسلح افغانستان بود، تا سیاسیون افغانستان، تا نمیدانم فرهنگیان افغانستان، تا ادبای افغانستان، تا خبرنگاران افغانستان، تا همه و همه و همه همه ما انسان‌هایی هستیم برای خنداندن جهان و بیشتر از این با فکر میکنم چیزی برای گفتن هم نداریم. و اینکه شما هنوز هم مراعات حال چند معامله گر میکنید از لحاظ اخلاقی درود بر شما، به دلیلی که خب به هر حال مراعات میکنید، اما فراموش نکنید که مردم افغانستان دلخوشی آقای شنواری از همان سیاستمدارانی که شما امروز مراعات حال آنها را میکنید ندارن. سپاسگزار هستم از شما جناب آقای شنواری. بحث بسیار زیاد مفصل و خوبی بود، یک ساعت و بیشتر از یک ساعت، و من امیدوار هستم که روزی در افغانستان در یک برنامه تلویزیونی در کنار یکدیگر بنشینیم و از فتح و فتوحات سخن بگوییم، هرچندی که به
با توجه به طرز فکر آقای ذبیح الله مجاهد، یک خواب است و خیال است و محال است و جنون. سپاسگزار آقای شنواری از شما. تشکر لشکری صاحب. شما یقین داشته باشین لشکری صاحب که افغانستان مملکت هست که چندین بار همچو بحران را تجربه کرده. ما امیدوار هستم که بحران آخر باشه. ما امیدوار هستم که کشور ما دیگه برای دراز مدت از مصیبت ها و از جنگ ها و از مشکلات ها و از نابسامانی ها نجات بیابه. ولی به این هم متقاعد باشین لشکری صاحب که نسل فعلی فعال عرصه فرهنگی، نظامی، مطبوعاتی، سیاسی مسئولیت بسیار بزرگ را به دوش داریم و دست به دست به هم داده بر مبنای واقعیت های گذشته، واقعیت های فعلی آینده خود را ترسیم بکنیم و با آینده خود تصمیم بگیریم. هیچ کسی به جز خود ما نمیتونه که وطن ما را و مردم ما را نجات بده. تشکر و سپاس از شما. سپاسگزار شما آقای شنواری که امروز مفصل وقت دادید و صحبت کردید. تشکر و خدا نگهدار. تشکر از شما دوستان و هموطنان گرامی بیننده های برنامه کاکتوس از اینکه ما را دنبال کردید. از شما سپاسگزار هستم و خیلی از سوالات در ذهن میپیچه تا بپرسیم، اما فکر میکنیم که هنوز هم باید مراعات کرد و هنوز هم باید نگفت، هنوز هم نباید نپرسید، هنوز هم نباید پاسخ داد و همه اینها برمیگرده به همان شیوه اخلاقی ما که نمیتونیم خیلی از چیزها را از میان برداریم و خیلی از برخوردها را از میان برداریم. متاسفانه بحث از سیاستمداران با آقای شنواری که یک جنرال نظامی هست، سیاستمداران افغانستان به میان آمد. من یک خواهش دارم از گروه طالبان، این خواهش همه مردم افغانستان هست، همین رهبران بظاهر سیاسی و سنتی که بظاهر رهبر هم هستند، هزاران هزار جای جایداد در افغانستان دارند که از پول بیت المال برای خود قصر ساختن و ایجاد کردن. شما اگر فکر میکنید حکومت با ایمانی هستید و با وجدان هستید و فکر میکنید بهتر از نظام جمهوریت هستید که اون نظام را نظام فاسد میدانستید، او جای جایدادها از آن مردم افغانستان باید شود. او جای جایدادها باید دوباره برگرده و جیب مردم، بسر دسترخان مردم. او لقمنان مردم افغانستان هست که گرفتن و برای خود کاخ ساختن و امروز هم در بیرون از افغانستان عیش و نوش خود میکنن، هم بر ریش شما میخندن، هم بر ریش همه مردم افغانستان. سپاسگزار هستم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.